راز راز نس، راز راز زوریه. خدا با راز و ناز تو قرآن صحبت کرد. شیطان این کلماتو گفت، دید اینا از ذریه آدم میخوان بیرون بیان، زیرا به آدمو زد که اونا نیان. سوره بقره 124. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. و هنگامی که ابراهیم آزموده شد، مبتلا شد، آخرین آزمون ابراهیمه، با چی آزموده شد؟ با کلمات آزموده شد. آخرین آزمون ابراهیم علیه السلام چی بود؟ خدا گفت بچه تو ورد و بر سر بر، کار سختیست پسر و سر بردن. ببخشید حضرت ابراهیم چه هنری کرده؟ 10,000 تا مادر شهید تو همه ایران بچه تقدیم کردن در راه. مقام اونا پس از حضرت ابراهیم بالاتر نعوذ بالله. نه عزیز من، میگه ابراهیم رو به کلمات آزمود. اون 5 کلمه‌ای که اسم بردم از کی قراره به دنیا بیان؟ اسماعیل. حالا گفت بر اسماعیل سر ببر. حالا دیدن داره حال ابراهیم. راز راز ذریه‌ای بود که از اسماعیل می‌خواستن به دنیا بیان. حالا فهمیدی تو فیلم کد داوینچی برای چی گیر داده میگه مسیح بچه داشته؟ راز راز ذریه مسیحه. میگه ما فراماسونرها از ذریه داریم دفاع میکنیم و این رازیست که ما در زیر معبد سلیمان یافتیم. راز ذریه که آخرین نفر اونا میشه همون کسی که حاکمیت جهانی بر زمین داره، همونی که وعده داده شده. میگی چرت و پرت چرا داری میگی؟ قرآن که میگه مسیح ازدواج نکرد که. قرآن که هیچی، خود انجیلم میگه حضرت مسیح ازدواج نکرد. اما عزیز دل من میخواد بگه کرد تا این ذریه اصلی رو بزنه، این طرف ماجرا پیچیده بشه. اما آن ذریه کجاست؟ میگه ابراهیم رو آزمود با کلماتی. سربلند که بیرون آمد گفت قال انی جاعل و کل ناس اماما. ابراهیم جان مبارکت باشه، امام شد. آقا سوال، ابراهیم پیامبره، رسوله، نبیه، اولوالعزم خلیل الله بوده، دیدی تا کجاها بالا رفته؟ این امامت چیست که ابراهیم قبلش به این مقام نرسیده؟ ابراهیم علیه السلام خوشحال شد، قال و من ذریتی، گفت به بچه هم اینا هم میدی. به این برگشت چی گفت؟ قال لا ینال و عهد ظالمین. شرمنده ابراهیم جان، عهد من به ظالمان نمیرسه. از این چی میفهمی؟ 1. امامت عهد. 2. نعوذ بالله ذریه حضرت ابراهیم ظالمه. یعنی این امامت به ظالما نمیرسه. ظلم شامل چیه؟ ظلم به نفس، گناهی که خودم میکنم، ظلم به حق و ناس میکنم، ظلم به شما میکنم، ظلم در حق خدا میکنم، نماز نمیخونم فلان. یک دونه از اینا رو انجام بده این عهده بهش نمیرسه. خدایا کدوم ذریه‌ام؟ اسماعیل یا اسحاق؟ صحبت عهد مگه نبود؟ آیه 125ش ببین چی میگه. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. ما این عهد خودمون از طریق اسماعیل پیش بردیم عزیزم. همشو قرآنی گفتی، یه سری بریم اونور ماجرا تورات بخونم برات. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم. ابراهیم جان چیز ازم خواسته بودی؟ اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. اینجاش شاهکارشو نگاه کن، 12 رئیس از وی پدید آیند. جالبه، میدونید این رو از عبری بردن به یونانی، از یونانی بردن به انگلیسی، از انگلیسی آوردن به فارسی، پدر خودشونو در آوردن کلمه امامو کردن رئیس. برید یونانیشو نگاه کنید، امامه. نکته بسیار شگفت انگیزش این بازیه که خدا تو قرآن و تورات با خودش انگار روی میز پینگ پونگ کرده. کلمه امام تو قرآن 12 بار تکرار شده. کلمه اسماعیل رو نگاه کن، 12 تا. شیعه رو نگاه کن، شیعه 12 بار. در مورد امام زمان اون آخریه یه چیز خوشگل بهتون بگم. نسل مادرش از ملیکه خاتون، دختر پادشاه روم، قیصر روم،
نسبش میرسه به شمعون حمون صفا، میشد از نسل حضرت داوود، از یعقوب، از اسحاق، از ابراهیم، از این یکی زنش. ببین حضرت ابراهیم دوتا زن داره، اسماعیل از هاجر، اسحاق از سارا. نسل پدری امام زمان از این یکی اومده، نسل مادری از این یکی، دوباره به هم دیگه گره خورده.